آی پارا قسمت هشتم از شبی که خونه خان خلوت شده بود و فقط چند نفر مهمون باقی مونده بود به هر کدوممون اتاق داده بودن. البته فکر کنم اتاق تایماز با پسر خان یکی از شهرهای اطراف غزمین یکی بود. در حالی که هر کدوم راهی اتاقمون شده بودیم بانو گفت شانس در خونت و زده آی پارا. خوب شد میرزا خان اول ورود من تو رو دختر خونده خودش معرفی کرد وگرنه اینا عمران از تو خواستگاری میکردن. شاید با اسم محمد خان تو هم قاطی آدم ها شدی و بعد راهش رو کشید و رفت و فرصت نداد بتونم یه جواب هر چند کوچیک بهش بدم تا اینقدر جیگرم آتیش نگیره ده اگه من خانزاده نبودم که خود تو هم من رو تا اینجا نمی آوردی من خودم اصل و نسب دارم بهشم فخر میکنم نمیخواد تو واسه من اصل و نسب بتراشی و اون رو چماخ کنی به کوبی تو سرم رفتم تو اتاق و در رو پشت سرم بستم و شروع کردم به باز کردن موهای بافته شدم افکارم خیلی پریشان بود اینکه نوه محمد علی خاطرخواه من شده بود اتفاق خوبی بود شاید اگر اصر اینقدر از افکارشون و ذهنیات گندیدشون با خبر نمی شدم الان حالم بهتر بود با این حرفای بانو دستگیرم شد که موافق با اینا وصلت کنم پس حتما واسه یه خیلی داره شاید هم میخواد دکم کنه مزاحم پسر و شوهرش نشه اگه میموندم و زن این پسر میشدم دیگه از تحقیق خبری نبود میشدم کسی که قبلا بودم اما از طرف دیگه درس خوندن و معلم شدن که بزرگترین آرزوی زندگیم بود رو هم باید با خودم به گور میبردم در ضمن با جواب منفی دادن به نوه محمد علی خان خشم میرزا تقیخان و بانو رو که میخواستند با این ازدواج خودشون رو به محمد علی خان نزدیک کنن رو هم باید به جون میخریدن. چه بسا از حرسشون بیشتر آزارم میدادن. و اصلا نمیخواستند که من رو آزاد کنند یا حتی بزنن زیر قولشون برای اجازه درس خوندن با خودم فکر میکردم که آخه این چه مصیبتی بود گریبان من رو گرفت اگه فردای روز مسابقه ما هم برمیگشتیم دیگه این بسات را نیفتاده بود سر جام این دنده و اون دنده شدم که بیخوابی کلافم کرد هی hey به خودم میگفتم خب آی پارافردو چی میخوای بگی ولی هیچ جوابی براش نداشتم هر جور که فکر می کردم و تصمیم می گرفتم یه ضرری توش بود خوابم نمی اومد سردرگم و کلافه بودم که صدای تقی رو که به درخورد شنیدم اول فکر کردم اشتباه کردم ولی وقتی تکرار شد فهمیدم درسته رفتم پشت در رو گفتم کیه؟ تایماز بود گفت آی پارا در رو باز کن باید باید حرف بزنم شاخ در آوردم این پسر این وقت شب اینجا پشت در اتاق من چی کار داشت؟ چه حرفی میتونست با من داشته باشه؟ اونم الان یه لحظه خوف ورم داشت نکنه نیت بدی داشته باشه گفتم چه حرفی دارین خانزاده چرا واسه صبح نمیذاری؟ صدای تایماز بلند شد آی پارا زود باش در رو باز کن الان یکی میاد فکر میکنه من اینجا دارم چیکار میکنم حرفم واجبه صبح دیره توکل کردم به خدا و لچکم رو هل هلکی انداختم رو سرم و توشکم رو هم تا کردم که مثل جنازه وسط اتاق نباشه و کلید رو چرخوندم تایماز سری اومد تو در رو قفل کرد از حال و هواش ترسیدم این وقت شب اینطور مضطرب اونم تو اتاق من خب ترسناک بود چراغ نفتی رو روشن کردم و شعلهش رو پایین آوردم و خودم رو جمع کردم کنار در و آروم گفتم چیزی شده خانزاده شما اینجا چیکار کار میکنید چه حرف واجبی دارین که فردا براش دیره گفت بشین آیپارا باید باد حرف بزنم مطیعانه نشستم اما همون کنار در که خطرش کمتر باشه بالاخره باید جوانه به احتیاط رو هم در نظر می گرفتم. تایماس با فاصله از هم نشست و نگاهش رو دوخت به صورتم. انگار داشت دنبال یه جمله مناسب برای شروع صحبتش می گرد. نگاه خیرش کمی معذبم کرد. ناخداغا دست بردم تا لچک کج و کولم رو مرتب کنم. سرش رو انداخت پایین و گفت میخوای به نوه خان چه جوابی بدی؟ حدسش رو زده بودم که حرفاش حول این موضوع میتونه باشه چون تنها اتفاق جدیدی که میتونست باب صحبت باشه همین بود سر به زیر گفتم نمیدونم خانزاده هنوز گیجم از سر شب چشم رو هم نذاشتم سر بلند کردم و گفتم چرا جواب من براتون مهمه؟ هرچی که جواب بدم صبح معلوم میشه دیگه برای این موضوع اومدین اینجا؟ دوباره خیره نگاهم کرد این نگاهش برام تازگی داشت نگاهش کلافم میکرد بالاخره طاقت نیاوردم و گفتم نگین که نصف شبی اومدین تو اتاق من تا همدیگر رو نگاه کنی کلافه نفسش رو بیرون داد و بلند شد رفت سمت پنجره کمی پرده رو کنار زد و بیرون رو نگاه کرد و گفت فکر کن الان صبحه چی میخوای بگی به اونا زن این پسره میشی یا نه داشت من رو دور میزد خنگ که نبودم حالیم بود میخواد یه چیزی بگه اما اول میخواد مزه دهنم رو بفهمه ملاحظه رو گذاشتم کنار رو در حالی که پشتش به من بود و راحت تر میتونستم حرف بزنم بلند شدم تا مسلط تر باشم و گفتم چی میخواین بگین خانزاده تا ندونم چرا اینجا این هیچی نمیگم خودم به حد کافی کلاف و گیج هستم شما دیگه بدترش نکن همونطور پشت به من گفت میخوام کمکت کنم میدونم دلت به این وصلت رضا نیست و اگه قبول کنی به خاطر فرار از تحقیر تو خونه پدرمه همون لحظه برگشت و نگاه متعجبم رو غافل گیر کرد پوسخندی اومد رو لبم و گفتم خوب خودتون میدونین با روح من تو این مدت چی کار کردین آره شاید جواب مثبت بدم به خاطر فرار از حس بد تحقیر و توهین شایدم به خاطر فرار از این حس خط بکشم رو آرزوام و بشم یه زن خونهدار متی مطی که شب به شب واسه شوهرش غذای جدید بپز و روزا هم علنگوی تازش رو به رخ بقیه بکشه شاید دلم میخواست مثل آیناز روح آزادی داشته باشم که تو دنیای کتاب آزادانه پرواز کنه اما میبینم که نمیشه نمیدونم این بغض لعنتی از کجا پیدا شد و وسط صحبت به این مهمی لونه کرد تو گلوم واسه اینکه رسوا نشم و غرورم خورد نشه دهنم رو بستم تا بتونم راحت تر قورتش بدم تایماز نزدیکتر اومد و گفت من حاضرم کمکت کنم آی پارا بی هیچ غرضی ولی اگه قبول کنی کمکم رو نباید کوچکترین سوالی بپرسی باید تمام و کمال بهم هم اعتماد کنی هنوز هم لحنش بوی تحقیر میداد یکم عصبانی گفتم چرا باید به شما بی هیچ سوالی اعتماد کنم هنوز هم پژواک حرفاتون تو اون کوچه باغ تو گوشمه هنوز هم لحن تحقیرآمیزتون تو خونه عمتون یادمه و خیلی چیزای دیگه اصلا چرا میخواین کمکم کنین یه کلفت که یه خانزاده ازش خواستگاری کرده باید الان خیلی خوشحال باشه نه مادرتون که فکر میکنه همه واسه شما و پدرتون تور پهن کردن وضع مالی شما کجا و اینا کجا منی که به نظر مادرتون تو کمین شما بودم الان که باید خیلی خوش به حالم شده باشه نه؟ چرا فکر میکنین به این وصلت رضا نیستم؟ و ترجیح میدم به هیچ سوالی به شما اعتماد کنم و کمک شما رو بپذیرم تا عروسه ی همچی خونواده با اصل و نسبی نشم؟ تایماز بازم جلوتر اومد و درست روبروی من ایستاد دستش رو دراز کرد که رو بگیره اما یه قدم عقب رفتم و گفتم دستت به من نخوره ها دستت به هم بخوره کل خونه رو میریزم اینجا دستش رو کشید عقب و گفت تو چه شده آی پارا من کاری باهات ندارم گفتم ببین خان من دلیل واقعی حضور شما تو اینجا و این وقت شب رو نمیفهمم یا درست حسابی بگین هدفتون چیه یا لطفا از اتاق من بریم بیرون نمیخوام مادرتون فکر بد کنه من به اندازه کافی بدبختی دارم گفت من با آیناز قول دادم از تو حمایت کنم و کمکت کنم درس بخونی تو با این ازدواج دیگه نمیتونی درس بخونی اینطوری منم پیش خواهرم بدقول قول میشم گفتم اگه دردتون اینه من خودم بهشون نامه میدم که نمیخوام درس بخونم میخوام شوهر کنم حالا چی مشکلتون حل شد تایماز عصبی گفت پس نگو تصمیمت رو نگرفتی بگو خیلیم خوشحال شدی که خواست کار پیدا کردی و از خدات بود زود شوهر کنی مادرم حق داشت نگران بود تو رو چه به درس خوندن؟ طاقت این همه توهین رو نداشتم من از حرسم گفتم میخوام زن این پسره بشم اما اگه میدونستم بانو و خان بعد از جواب منفی چند برابر اذیتم نمیکنن و قرار درس خوندنم سر جاشه هرگز جواب مثبت نمیدادم حقم نبود این طوری به هم به توپه. خسته تر از اون بودم که جوابش رو بدم. همونجا رو زمین نشستم. تایماز دید که ناراحت شدم. دید که با حرفاش تهمونده غرورم رو شکست. متوجه شد که بد کرده. زانو به زانوی من نشست. سرم پایین بود و آروم گریه می کردم. دیگه از دیده شدن اشکام هم ترسی نداشتم. چونم رو با دستش گرفت و سرم رو آورد بالا و گفت تو داری گریه می ببخش نمیخواستم اون حرفا رو بزنم خب با این اخلاقت عصبانی میکنی آدم و دیگه سرم رو تکون دادم و از دستش کشیدم بیرون دوست نداشتم دستش به این بخوره من محرم نامحرم حالیم بود اما این پسر فرنگ رفته پاک یادش رفته بود مسلمونی چه در حالی که لحن مهربون به خودش گرفته بود گفت لجبازی نکن آی پارا میدونم از سر غرور و لجبازی داری همچین تصمیمی میگیری اما نکن این کار رو با سرنوشتت لحنش حرفاش اصلا خودش برام غریبه بود این که اینقدر با من سم می شده بود و من نفهمیده بودم چشمای اشکیم رو دوختم به چشماش رو گفتم سرنوشت؟ کدوم سرنوشت خانزاده؟ انتخاب من بین بد و بدتره یا اینجا بمونم و جهل رو با خودم تا ابد یدک بکشم یا بیام اونجا بشم توف بالا سر یا تحقیر و توهین شماها رو تحمل کنم خودت تو ناز و نعمت بزرگ شدی پس میفهمی وقتی یه عمر جل و دلار راست میشن ولی یه دفعه میشی زر خرید چه مزه داره اگه یه بار فقط یه بار خودت رو میذاشتی جای من اینطوری غرورم رو نابود نمیکردی حالا اومدی چه کمکی کنی من اگه میخوام یه همچین اشتباهی بکنم از دست تو و خانواده توه تایماز گفت گوش کن آی پارا من میتونم از این برزخ نجاتت بدم میتونم کمکت کنم به خاطر آیناز به من اعتماد کن تایماس بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد اگه بمونی و زنی این پسر بشی باید درش رو ببوسی بذاری کنار اگه هم برگردی مادر و پدرم اونقدر از دستت کفری میشن که اونجا هم نمیذارن درس بخونی و آب خوش از گلود پایین بره پس میمونه راه سوم با تعجب گفتم راه سوم گفت بله تنها راه چاره تو هم فراره اول با تعجب بهش نگاه کردم و سعی کنم حذف کنم چی گفته بعد ناخداگاه بدون کنترل خندیدم تایماز با اخم نگاهم میکرد تا اینکه طاقتش تاق شد و گفت تموم نشد این خنده ها تعریف کردم خندم رو جمع کردم و گفتم شما با خودت چی فکر کردی خانزاده این بود راه حلتون فرار من یه دختر تنها و بیپناه فکر میکنی من تا به حال به این نتیجه نرسیدم که باید فرار کنم من هزار بار قبل از اومدن به خونه شما و وقتی تحت سلطه امون بودم به این موضوع فکر کردم هزار بار بعد از اومدن به خونه شما همین فکر از ذهنم رد شد اما هر بار که منطقی فکر میکردم و کلام رو قاضی میکردم میدیدم چاره جز قبول موقعیتم ندارم همه جا برای دختری به سن و سال و موقعیت من پر از گرگه که منتظرن تا تیک پارت کنند فکر کن فرار کردم کجا برم به کی اعتماد کنم من حتی به مجاور شدن تو حرم حضرت رضا هم فکر کردم اما بازم ترسیدم من همیشه خدا تحت حمایت خانوادم بودم پدر داشتم مثل کوه پشتم بود اما حالا بی پشت و پناه هم از هر کس و ناکسی خنجر خوردم نمیخوام بیشتر از این اذیت شم من جسورم و نترس اما بعضی چیزها هست که بی احتیاطی سرش نمیشه کافی آدم یکم بیگدار با آب بزنه که عمری شرمنده روح پدر و مادرش بشه فرار کنم برم کجا برم خونه کی بمونم کجا کار پیدا کنم اینا همه به زبون که میادم کلی سخته چه برسه به عمل بلند شدم گفتم ممنون که به فکر من بودین اما بهتره برین چیزی به ازان صبح نمونده کم کم اهل خونه واسه نماز بیدار میشن یه مشکل تازه نمیخوام تایماس هم بلند شد و گفت حرفات تموم شد اجازه میدی من دو کلوم حرف بزنم گفتم حرفی هم مونده همونطور سرپا گفت منظور من از فرار فرار تنهایی تو نبود من کمکت میکنم فرار کنی خودم میبرم تهران اونجا از همه این آدمایی که به زخم زدن و منتظرن اذیتت کنن دور میشی من خودم حمایتت میکنم که درس بخونی حتی اگه آیناز هم راضی باشه اونم میارم پیش خودم هنوز کلی لابلای حرفاش موضوعات گنگ وجود داشت ولی تای دلم روشن شد بعد بینانه نگاهش کردم و گفتم چرا فکر میکنین به یه پسر بی سر و همسر که تنها زندگی میکنه اعتماد میکنم و را میفتم دنبالش لبخند خبیسی اومد گوشه لبش و گفت تو مثل این که خیلی از خودت مطمئنی دختر تو میدونی من کیم چه موقعیتی دارم کیا منتظر یه گوشه چشم منن آخه منو به تو چی کار فکر میکنی من به چه هدفی باید تو رو کشون کشون با خودم ببرم دختر قهت واسه من اولا که تنها زندگی نمیکنم و یه آشپز و یه خدمتکار و یه باغبون تو خونه دارم دارم میگم خواهرم رو هم میارم خونه ای من میشه شبیه خونه ای که الان هستی مگه اونجا مرد مجرد نداره کل خدمه پدرم مجردن پس باید از همه اونا بترسی در ضمن هدف من فقط عمل به قولیه که به خواهرم دادم اونقدر باش صمیمی هستی که حتما برات گفته چرا پاهاش اینجوری شده یکم به فکر رفت و با صدای دورگه گفت من مقصرم من پاهای خواهرم رو ازش گرفتم واسه همین تا عمر دارم خودم نوکرشم اگه ازم بخواد بمیرم میمیرم حالا همون چشش تو رو گرفته ازت نمیدونم واسه چی خوشش اومده منم قول دادم ازت حمایت کنم اینم به همین دلیلی که از خواب شبم گذشتم و اومدم اینجا اینم یادت باشه که اگه باهام بیای من تو بد مخمسه میفتم و اگه قضیه لوبره معلوم نیست خانوادم با هم چطور برخورد کنند. اما به خاطر آیناز این کار رو میکنم پس واسه من ناز نکن و تاخچه بالا نزار که میدونم الان به خاطر خلاص شدن از اون خونو همینطور این ازدواج زوری داره تو دلت قنداب میشه وای چه پر رو بود اما واقعیتش این بود که پر بیراه نمی گفت و من وقتی فهمیدم خودش میخواد کمکم کنه خیالم تا حدی راحت شد چقدرم اعتماد به نفسش بالا بود دختر واسه من قهده اه 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 خود رازی. ولی جای ناز نبود باید عاقلانه تصمیم میگرفتم شاید این تنها راه نجاتم بود خودم رو سپردم دست خدا و گفتم اگه اینطوره هایزرم باهاتون بیام اما میخوام ازتون یه چیزی بخوام امیدوارم به خاطر آینازم شده این تنها خواسته منو قبول کنین لبخندی زد و گفت بگو گفتم من میخوام خونه شما کار کنم من نون مفت نمیخورم شما نه پدرمین نه برادرم نه نه شوهرم من نمیخوام منتی بالا سرم باشه درسته که همین کار شما باعث میشه تا آخر عمر مدیونتون باشم اما برای بعدش اگه قرار درس بخونم و خونه شما زندگی کنم میخوام کار کنم و خودم خرج خودم رو در بیارم یکم ساکت شد و گفت خیلی خوب حالا بعدن راجع بهش حرف میزنی گفتم الان من میخوام بدونم اونجا من کیم بهتره تا قدم تو این راه نذاشتم این موضوع رو حل شده بدونم تایماز با صدای عصبی گفت باشه باشه بابا حالا که با رفتن موافقی زود باش زود باش وسایل تو جمع کن راستی سکات کجاست گفتم پیش خودمه نگران نباشین گفت خیلی خوب من میرم اسبتو از استبل در میارم تو هم زود بیا باید یه جوری از اینجا بریم بیرون وقت فکر کردن نبود وقت عوض کردن تصمیم و داشتن تردید نبود باید پا میذاشتم تو راهی که نمیدونستم آخرش چیه باید توکل می کردم. آره همینه باید توکل می کردم به اونی که می دونستم دورا دور هوامو داره. سریع هرچی داشتم و نداشتم رو تو بخچه ریختم و گرش رو محکم کردم و بی صدا از اتاق زدم بیرون. پاورچین پاورچین از تالار گذشتم و خودم رو رسوندم دم استبل. تایماز همراه اختای اونجا بود. آروم از در پشتی حیات که به باغ راه داشت وارد باغ شدیم. درختها کوتاه بودن. واسه همین نمیشد سوار اختای بشیم تایماز بی صدا در حالی که افسار اختای رو دو دستش گرفته بود با قدم های توند جلوتر از من راه میرفت و من تقریبا پشت سرش میدویدم نمیدونم چی باعث شد شبونه به حرف های این پسر که دل خوشی ازش نداشتم اعتماد کنم و پا تو این راه بذارم راهی که تایش معلوم نبود راهی که نیتش معلوم نبود با بلند شدن صدای از جیغ کوتاهی کشیدم و ناخداگاه گفتم وای تایماز برگشت طرفم و گفت چی شد؟ گفتم میشنوی از میگن؟ گفت چیه؟ نکنه میخوای نماز بخونی؟ گفتم منظورم اینه که الان همه بیدار میشن میفهمن نیستی در حالی که دوباره تون تون راه میرفت گفت تو نماز جماعت میخونی؟ گفتم نه خوب گفت منم اصلا نماز نمیخونم کی میخواد بفهمه ما خوابیم یا نه اون پسره که باهاش توی اتاق میخوابم اهل نماز نیست زود باش آی پارا سری بیا الان دیگه تموم میشه به انتهای باغ که رسیدیم از تراکم درخت ها هم کم شد تایماز پرید رو اختای و گفت بیا بالا ناچارا دستم رو بهش دادم و پشت سرش سوار شدم گفت منو محکم بگیر دستم رو انداختم دور کمرش و بخچم رو جلوی شکمش با هر دو دستم گرفتم تایماز هینی به اختای داد و با شدت تاخت و از بالای دیوار نسبتا کوتاه کاهکلی باغ پرید و افتاد تو راه کوچه باغ تایماز با سرعت هرچه تمام تر می تاخت و من محکم از پشت بغلش کرده بودم و سرم رو چسبونده بودم به پشتش تقریبا از شهر خارج شده بودیم دیگه اون تک و توک خونه هم دیده نمیشد همه جا دار و درخت و باغ بود هوا نیمه روشن بود تایماز کناری خونه باغ مخروبه افسار اختای رو کشید و اسب رو نگه داشت حلقه دستم رو از دور کمرش باز کردم از اسب پرید پایین و اطراف رو نگاه کرد به من اشاره کرد که پیاده شم اومد نزدیکتر و گفت من باید تا اهل خونه بیدار نشدن برگردم تو تا شب اینجا میمونی مواظب باش کسی تو رو نبینه من قرار بود امروز راهی تهران شم وقتی از رفتنت با خبر بشن باهاشون برای گشتن دنبال تو همراهی میکنم بعد هم به بهونه سفرم به تهران اونجا رو ترک میکنم میام دنبالت نگران نباش با سر باشه ای گفتم و کنار رفتم تا سوار اسب شه وقتی سوار شد گفت مواظب خودت باش اگه هم کسی تو رو دید بگو مهمون محمد علی خان هستی و راه رو گم کردی رو اقل از اسمش میترسن و کارت نداره میارنت اونجا بعدا یه فکری میکنیم برو تو مخروبه و تا شب از جات جوم نخور از ترس و استراب لال شده بودم از تنها موندن میترسیدم اصلا از کاری که کرده بودم هم میترسیدم اما چاره ای نبود حالا که اومده بودم باید تا تهش میرفت